سرخط مهمترین خبرها. جنگ روسیه و اوکراین، درگیری شدید بین پاکستان و افغانستان در اسپین بولدک. جزئیات تازه از انفجار در پنجشیر. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. احمد فهیم توخی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جنگ روسیه و اوکراین. ساعت قبل پس از حملات سایبری گسترده، نیروهای هوایی روسیه مراکز نظامی اوکراین را هدف قرار داد. تانک‌ها و نیروهای زمینی نیز در بخش‌های اوکراین دیده شده است. در همین حال پوتین قبل از آغاز جنگ دنیا را هشدار داد تا در این جنگ مداخله نکنند، ورنه با پاسخ سخت روسیه روبرو خواهند شد. در واکنش به حمله مسلحانه پوتین، اوکراین روابط دیپلماتیک با روسیه را قطع می کند. اطلاعات روز. بر اساس بیانیه وزارت خارجه اوکراین، این کشور اقداماتی را برای قطع رسمی روابط دیپلماتیک با روسیه آغاز کرده است. اوکراین همچنین کاردار خود در فدراسیون روسیه را برای رایزنی فرا خوانده و تخلیه سفارت در مسکو را آغاز کرده است. وزارت گفت: دولت ما در واکنش به حمله مسلحانه فدراسیون روسیه به اوکراین، تهاجم نظامیان روسیه برای نابودی دولت اوکراین، تصرف اراضی اوکراین به زور و برقراری کنترل در مناطق اشغالی دست به چنین اقداماتی زده است. وزارت گفت: دولت ما در واکنش به حمله مسلحانه فدراسیون روسیه به اوکراین، تهاجم نظامیان روسیه برای نابودی دولت اوکراین، تصرف اراضی و اوکراین به زور و برقراری کنترل در مناطق اشغالی دست به چنین اقداماتی زده است. این بیانیه می افزاید: ما تاکید می کنیم که عملیات تهاجمی روسیه حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای اساسی و اصول حقوق بین الملل هست. با وجود این که دولت اوکراین قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع کند، گفته است که روابط کنسولی خود را قطع نخواهد کرد. در این بیانیه آمده است: ما به دفاع از حقوق و منافع اوکراینی ها در روسیه، از جمله زندانیان سیاسی اوکراینی ها، ادامه خواهیم داد. دفاتر کنسولی اوکراین در فدراسیون روسیه در حال حاضر به صورت تمام وقت به فعالیت خود ادامه می دهد. در همین حال، درگیری شدید مرزی با پاکستان در اسپین بولدک جریان دارد. منابع از استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین خبر می دهند. در همین حال، خبرگزاری خراسان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جزئیات تازه از انفجار در پنجشیر. انفجار صبح امروز در بازارک یک موتر رنجر مربوط به طالبان را هدف گرفته است. گزارش ها می رساند یک فرد مهم گروه طالبان در انفجار با شماری از نیروهای آنان کشته شده است. افراد طالبان در محل تلاشی خانه به خانه را آغاز کرده اند. با قول منابع محلی، طالبان آبرین را نیز دستگیر می کنند و به هیچ کسی اجازه بیرون شدن از خانه هایشان دادن نمی شود. ادامه درگیری ها در پنجشیر. منابع دقیق از روی دره ولسوالی شتل می گویند تا
طالبان در ادامه پیگیری و آماج قرار دادن نیروهای جبهه مقاومت، یک چوپان بچه را که مواشی خود را به کوه ها برده بود، مورد هدف قرار داده و به شهادت رساندند. در پی به شهادت رساندن جوان، مردم روی دره وقتی خواستند جسد جوان را از کوه پایان کرده به دفنگاه ببرند، از طرف نیروهای طالب ممانعت صورت می گیرد. مردم روی دره می گویند به خاطر مشکلاتشان نزد قمندان امنیه ولسوالی شتل که از شتل نیز می باشد مراجعه کرده گفتیم. وقتی برای ما اجازه نیست جسد شهید را انتقال بدهیم، شما در انتقال آن با ما همکاری کنید. قمندان امنیه در جواب گفته است: به هیچ صورت برای ما اجازه نیست. با نیروهای طالب که در کوها مستقر هستند نزدیک شویم. بنا نمی توانیم همکاری نماییم. مردم شریف ولسوالی شتل می افزایند: 4 روز می شود از طرف نیروهای امارت مورد اذیت و آزار قرار می گیریم و مجبور ساخته می شویم تا برای آنها آب و نان تهیه نماییم. گفته می شود هنوز هم نیروهای مسلح امارت در مغاره ها مخفی هستند و به پیگیری نیروهای مقاومت ادامه می دهند. پیروزی امروز را به تمام صفوف مقاومت در پنجشیر مبارک باد می گوییم. امروز آغاز پیروزی بزرگ بود. استفاده از هلیکوپتر و دیسانت افراد در کوها معنایش این است که دشمن دیگر نیروی کم مصرف گجرها را ندارد که با وسایل ابتدایی کو به کو برایش بجنگد. استفاده از هلیکوپتر با آن که شاید سر و صدای تبلیغاتی داشته باشد، اما معنایش از دادن زمین و روحیه نداشتن برای انجام عملیات زمینی هست. پس از این حرکت از دید نظامی احمقانه ترورستان طلسم شکستهشان، بار دیگر شکست و پیروزی مقاومت آغاز گردید. حالا سنگرها و قرارگاه ها نه از گجر ترس دارند و نه هم از هلیکوپتر. چنانچه در جریان هستید، اکمال وسایل خاص از طریق محرم نیز به شدت ادامه دارد. انشاءالله سال 1401 با پیروزی های خوشایند آغاز خواهد شد. یک بار دیگر از ته دل برایتان پیروزی امروز را که دشمن با وصف استفاده از هلیکوپتر چیزی کردن نتوانست برایتان مبارک باد میگوییم. آنها چند نفر را که پایین هم کرده اند مسلما که تجهیزات زیادی با خود ندارند. در اندراب نیز عملیات هواییشان به ناکامی انجامید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.